اعتمادی. ببینید این شیخ پرزیدنت حسن روحانی آمده این داستان خاک ایران رو فروختن به کشورهای همسایه در خلیج فارس خب امروز و دیروز نیست، از همون در دهه اول انقلاب پس از انقلاب آغاز شد. الان حرف ایشون هم این هست که کشورهای خلیج فارس دارن خاک ایران رو با لنج میبرن. حالا درسته که ایشون دارن میگن که از نظر نقل و انتقاله، ولی خاک رو نمیبرند، خاک رو میدهید. در واقع ادبیاتش اینجور هست. ایشون باز همین نکته رو مثل معاون خودشون خانم ابتکار سعی دارن یک جنبه سیاسی بهش بدن. پیش از اون که مطرح باشه چه کسانی خاک رو میخرن؟ پاکستان، جمهوری آذربایجان، عراق، همه همسایگان ایران، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، پرسش اساسی اینه که خاک ایران رو چه کسانی میفروشند اگر نباید بفروشند. چرا چون این هست آقای؟ خاک ایران رو به توبره کردند، به قولی، به روایتی، هر آنچه هست تبدیل به دلار و یورو، حساب‌های بانکی در اروپا. دولت چه کار است؟ بله جناب کچلنگی، ای کاش ما میتونستیم گزارش هایی که از سوی سازمان های محیط زیست در کشورهای مختلف دنیا در رابطه با حفظ محیط زیست هر سال منتشر میشه رو در یک برنامه مفصل که شما میتونستید داشته باشید اینو با آقای هموطنانمون میرسوندیم که مردم دنیا چگونه از کشورها و سرزمین و آب و خاک و زمین خودشون حراست میکنن و اونو نگهداری میکنن، چون ودیعه ایست که باید به نسل‌های دیگه سپرده بشه. اما در مورد مسئله فروش خاک ایران، همونطور که باز هم شما خودتون اشاره کردید، شاید حدود 10 سال پیش بود یک بار این موضوع مطرح شد و تا مدتی هم خبر رسانه‌ای بود و بعد خاموش شد، تا اینکه حدود شاید 3 هفته پیش اگه خاطرتون باشه در برنامه شما من به این نکته اشاره کردم. اولین بار این بار خبرگزاری فارت، یعنی مرکز خبری وابسته به سپاه پاسداران و سازمان امنیت رژیم، این مسئله رو مطرح کرد و اتفاقا یک فیلم مستندی هم در مورد نحوه نقل و انتقال خاک به کشتی‌های باربری در جنوب ایران که این خاک‌ها رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌بردن برای فروش نشون داد. این بدین معنا بود که سپاه پاسداران و سازمان امنیت ایران می‌خواد بگوید که دولت آقای روحانی عامل فروش این خاک، یا اینکه دولت آقای روحانی که مسئولیت این کار رو داره نسبت به این موضوع بی‌تفاوته. بعد از چند روزی اونگاه متوجه شدیم، ابتدا خانم ابتکار این مسئله رو به نوعی مطرح کرد و بعدم که تو همینه که دو روز گذشته آقای روحانی هم به این قضیه پرداختند. اما سوال جدی به قول شما اینه که در ایرانی که ما نهادهای نظامی داریم، محیط سازمان محیط زیست داریم، اداره شکاربانی، جنگلبانی داریم، دولت داریم، دستگاه قضایی داریم، مجلس داریم و طبق قانون اساسی فروش خاک ایران، فروش خاک کشاورزی ایران ممنوع اعلام شده از روز نخست، پس بنابراین کدوم ارگان، کدوم نهاده که این همه به اصطلاح کامیون‌های بزرگ رو بسیج کرده، سازماندهی کرده، دستگاه‌های بسیار غول‌پیکری رو برای برداشتن خاک‌های کشاورزی ایران ازش استفاده می‌کنن. روز روشن خبرگزاری فارس هم برای اون گزارش تهیه می‌کنه، ولی هم دولت ناراضیه، هم سپاه پاسداران در سر این مسئله اعتراض می‌کنه، هم محیط زیست. اینا کیان تو خاک ایران دارن می‌فروشن تو سرزمین ما؟ آقای چلنگی عزیز، این یک فریب بیشتر نیست، یک عوام فریبی بیشتر نیست که به نظر میرسه که همه اینها، این دزدان و این غارتگران منابع ملی سرزمین ما دروغ میگن، یا سپاه پاسداران دروغ میگه که باید این چنین باشه، یا دولت آقای روحانی، چون من و شما که قدرتی در یا هر دو به طور قطع اینها دزدن، هر دوی اینا در انجام یک چنین جنایت بزرگی
که با زندگی و سرنوشت نسل‌های آینده ایران و همین نسلی که امروز داره و نسل‌هایی که امروز دارن در اون سرزمین زندگی میکنن دارن بازی میکنن. کشوری که با کمبود آب مواجه است، کشوری که با کمبود زمین‌های کشاورزی مواجه است، بهترین نوع خاک کشاورزیش رو اینا دارن میفروشن. در یک گزارشی خوندم که حتی خاک باغچه‌های خانه‌هایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار گرفتن با خاک کشاورزی ایران دارن ازشون استفاده میکنن برای باغ‌های خصوصی و باغچه‌های خصوصی در منازلشون. بنابراین این فریب جناب چالنگی عزیز، اینها غارت میکنن علاوه بر نفت و گاز، علاوه بر تمام منابع طبیعی ایرانی که دارن غارت میکنن، خاک ایران رو هم غارت خواهند کرد. و معلوم نیست که در آینده این کشوری که امروز نزدیک به 80 میلیون جمعیت داره غذای خودش رو چگونه باید تامین بکنه. وقتی کشاورزی نیست دامداری نیست، وقتی دامداری نیست آب نیست، چگونه میشه تولید غذا و کرد برای یک کشوری 80 میلیونی؟ البته اینکه کشاورزی ایران ضربه خورده و لطمه خورده به علت اساسیش این نیستش که خاکش رو فروختن. در اراضی حاصلخیز شمال ایران خب میبینید به صرفه نیست تولید خیلی از حتی مرکبات و به دلیل ناتوانی در رقابت با مرکبات وارداتی. ببینید این نکته رو که اشاره میکنید دروغ میگن، شاید مثلا کلاه شرعیش اینه که مسئولان جمهوری اسلامی دروغ نمیگن، بلکه بلد نیستن راست بگن یا راستگویی رو به هر حال فراموش کردن یا تواناییشو ندارن یا بسیار دلایل دیگه. اما دو مرحله است آقای اعتمادی. ببینید یک مرحله هست، ایران پیش از هر مرحله ای دارای معادن عظیمی هست، معادن سنگ های قیمتی هست و دارای خاک های مهندسین خاکشناسی زمینشناسی، یکی از اونها از عزیزان من هست، از دوستان عزیز من، از نازنینان دوستان گرامی من هست، از ایشون من پرسش خواهم کرد به طور قطع. تا اونجایی که من اطلاع دارم خاک های متنوع و متفاوتی ایران داره، نوع خاک سرخ هست، نوع خاک های دیگه، یکی این هست. و سرمایه گذاری یا فروش اینها به یک شرط ممکن مشکل نداشته باشه، اینا سرمایه ملی هستن، یعنی منابع ملی هستن که پیش از انقلاب ملی بودن، خصوصی نیست. یک زمانی ممکنه ایران به جایی برسه، دولت ایران، که خاک سرخ رو بفروشه صادر کنه. به کشاورزی هم احتمالاً لطمه‌ای نخواهد زد. منتها باید روشن باشه مربوط به مردم، مربوط به همین بچه‌ای است که الان در نزدیکی همین معادن و همین محل درآمدها حتی سرپوشی ندارن، صاحبانی ندارن در تابستان. بس بر سر اینه، یعنی این خصوصی سازی ها در ایران رو نهایتا آیا بیت رهبری ازش بی اطلاع است؟ آیا دولت واقعا بی اطلاع است؟ چی هست؟ جناب چالنگی نکته جالبی رو اشاره کردید. مسئله خصوصی سازی، میدونید که این در طی یکی دو روز اخیر مسئله واگذاری مخابرات بشه یکی از شرکت های وابسته به سپاه از سوی دولت اعلام شد که فسخ شد. دلیلش هم اینه که این شرکتی که به اصطلاح مخابرات ایران رو که وابسته به سپاه هست از سال 88 با سهم 51% خریده بود، 3-4 قسط خودش رو نپرداخته بود و این مقدارم، یعنی مقدار قسطی که نپرداخته معادل 1,000 میلیارد تومانه. چیزی که جالبه اینه که از طرفی دولت میگه که این قرارداد فسخ شده، ولی برای فروش مجدد همین شرکتی که، یعنی همین شرکتی که 51% مخابرات ایران رو خرید بود و وابسته به سپاه است، مجدداً قصد داره که بیاد و این سهم رو دوباره بخره. شما ببینید اینها تا چه اندازه شعور مردم کشور ما رو به سخره گرفتن که با انجام یک چنین معاملاتی تنها کاری که میکنن این استش که بتونن جیب شرکت‌های وابسته به سپاه رو با مشارکت خود دولت روحانی، چون وقتی من میگم مشارکت به خاطر اینکه این بازی‌ها دو طرف قضیه است، اگر دولت صاحب این مراکز تجاری و اون رو میخواد به بخش خصوصی بفروشه، بخش خصوصی هم در ایران خلاصه شده
در شرکت های وابسته به سپاه. بنابراین هر دو میدونن دارن چه کار میکنن. هر دوی اینها تمام ضرر و زیان های احتمالی و ساختگی رو به عهده مردم ایران میگذارن، با عدم پرداخت اقساط خودشون و بدهی‌های خودشون، و طبیعتاً اعلام به اصطلاح ورشکستگی میکنن، ولی مجدداً میان همون شرکت رو و همون تأسیسات رو میخرن. بنابراین مسئله خصوصی سازی در ایران یک حرف یابه بیش نیست، معذرت میخوام جناب چالنگی، و اینا در یک چنین شرایطی انتظار دارن که سرمایه‌دارای خارجی بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن. به چه اعتباری وقتی کوچکترین امنیتی برای حفظ سرمایه های حتی داخلی وجود نداره، سرمایه هایی که متعلق به مردمه، سرمایه هایی که با پول مردم ایجاد شده، به این شکل چباول میشه و وارد بازی های مافیایی میشه که یک عده به اصطلاح سردار رو نمیدونم سرمایه دار وابسته به این حکومت بتونن چپاول بکنن، چگونه اون وقت خارجی ها میتونن برن در یک چنین چارچوبی بخش خصوصی بیاد اونجا سرمایه گذاری بکنه؟ با من و شما هستند آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب سکولار دموکرات ایرانیان در استکهلم. متاسفانه هنوز آقای محمد رضا حیدری به ما نپیوستند. امیدواریم هر کجا که هستند تندرست باشند و مشکلشون حل شده باشه. در ادامه برنامه حتی در دقایق پایانی چنانچه به ما بپیوندند حتما درهای تفسیر خبر تا آخرین لحظه به روی میهمانان گرامی باز خواهد بود. هر نظر و پیامی که دارید روی تلفنی که روی صفحه تلویزیون تو مشاهده میکنید برای ما بگذارید. در برنامه پنجشنبه شب تفسیر خبر پیام های شما نازنینان عزیزان در هر کجای که هستید بازتاب داده خواهد شد. با شما ایم تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی، ببینید صحبت سپاه پاسداران شد، خیلی ها برای این نظر هستن که در حکومت و هواداران به اصطلاح دخالت های حکومت ایران در مناطق کشورهای همجوار همون حوالی مثل سوریه، مثل عراق، مثل یمن، مثل مسئله فلسطین میگن دیوار امنیتی ما ایران رو توسعه دادیم. چرا؟ توضیح دقیق و قانع کننده ارائه نمیشه. در برابر چنین ادعای شما چه تفسیری دارید؟ حضور نیروهای ایرانی در سوریه که میدونیم قضیه حلب اتفاقا قرار بود آتش بس برقرار بشه برای بیرون رفتن مردمان باقی مونده در این شهر، اما نشد. حکومت ایران شرطی گذاشت که شیعیان گرفتار در فوعه و کفریا، دو منطقه دیگه از در سوریه، اینها رو به اصطلاح از محاصره مخالفان اسد در بیارن، بعد اجازه میدیم و چه خواهد شد هنوز روشن نیست. حضور نیروهای ایران یعنی در واقع حکومت جمهوری اسلامی، پاسداران بسیجیان اعزامی رو در چه مسیری شما ارزیابی میکنید؟ آقای چرنگی، اجازه بفرمایید من ابتدا خدمتتون بگم طبق آخرین آمارایی که برای این روزا اعلام شده، جنگ در سوریه با کمک و حمایت حکومت اسلامی ایران تا همین الان نزدیک به 365 هزار نفر رو قربانی کرده، یعنی مردمان بیگناه سوری قربانی این جنگ تا به حال شدن. اما نکته مهمی که شما بهش اشاره کردید، در طی این 18 ماه اخیر یک بحثی در رسانه‌های داخلی ایران، مطبوعات و تلویزیون‌های گوناگون مطرح میشه که گویا وجود نیروهای نظامی و سپاه پاسداران در سوریه باعث حفظ امنیت در کشور شده. اولا هموطنان ما بعضی هاشون هم نسبت به این قضیه واکنش مثبت نشون میدن و در مصاحبه‌های خیابانی به خبرنگارایی که این سوالو تر میکنن میگن که خب بله، خب خوبه که سپاه و نیروهای نظامی ما در سوریه باشن که جلوی داعش رو بگیرن که وارد خاک ایران نشن، که این یک حرف کاملا بی‌پایه و بی‌اساسه.
اما آقای چالنگی، من میخوام یه کار دیگه از این زاویه دیگه به این قضیه نگاه کنم. امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی اون فضا و اون شرایطی که شهروندان یک جامعه بتونن در آسایش، بتونن در رفاه و بتونن با خیال راحت زندگی بکنن و هیچ خطری زندگی، جان، مال و به هر حال محیطی رو که متعلق به اونهاست رو تهدید نکنه. در صورتی که ما داریم میبینیم که در طی این 37 سال گذشته وجود خود این حکومت و سهل‌انگاری هایی که کرده در عرصه‌های گوناگون، یک مثال میزنم، در طی 10 سال گذشته میزان کسانی که مردمان ایران که در تصادف و حادثه های جاده های ایران کشته شدن، تعدادشون به اندازه قربانیان جنگ 8 ساله ایران و عراقه. امروز در ایران شما برای اینکه بتونید از این شهر به اون شهر برید، اون امنیت کافی رو ندارید که در بین راه چه اتفاقاتی میتونه برای شما بیفته. امروز شما این اطمینان رو ندارید اگر شب در منزل خودتون زندگی نکنید، آیا کسی به خانه شما دستپورت میزنه یا نمیزنه، و انواع و اقسام ناامنیایی که وجود داره. بنابراین امنیت از نظر بسیار حالا عده‌ای از هموطنان ما اولا مشخص نیست چه مفهومی داره، دو اینه که این ادعای کاملا باطلیه. یعنی اینه که حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه باعث امنیت کشور ما میشه، در صورتی که اینطور نیست. حکومت اسلامی ایران با این سیاستاش روز به روز نه تنها امنیت کشور ما رو داره به خطر میاندازه، بلکه امنیت تمام منطقه رو هم به خطر انداخته و امروز ناامنی رو ما سراسر منطقه داریم میبینیم. از اون گذشته اعتراض مردم سوریه همین پریروز در ترکیه، این مردم سوریه که در اونجا به عنوان پناهنده جمع شدن، در مقابل سفارتخانه روسیه دست به تظاهرات زدن و اونجا علیه حکومت ایران و حکومت روسیه که عامل ناامنی در سوریه، در عراق و در تمام منطقه شدن شعار دادن. مردم ما باید بدونن مسئله امنیت امروز در دنیا یک مسئله جهانیه، یک مسئله منطقه‌ایه. این نیست که اگر در این ور مرز ایران احیانا جنگ فعلا وجود نداره، اون برای مرز بنابراین ما امنیت داریم. تمام این اتفاقاتی که عامل حکومت اسلامی عوارض خودشو داره، اینطوری نیست که مردم منطقه ساکت بنشینن و بگذارن زنانشون، کودکانشون، خونه هاشون، شهرهاشون، تمام امکاناتی که با خون جگر اینا ساختن نابود بشه، ولی ما مردم ایران باید امنیت داشته باشیم. من این نکته رو به این صورت میبینم. یعنی اشاره شما خیلی کوتاه بفرمایید، اشاره شما این هستش که اقدامات حکومت ایران زمینه سازی انتقام گیری های بعدی کسانی در منطقه خواهد شد. 100%. شعارهایی که دیروز در ترکیه دادن مردم سوریه که فرار کردن اومدن در ترکیه دارن الان زندگی میکنن، مشخصا بر اینه که داره به ایران میگه که ما جواب این جنایاتی که شما در کشور ما مرتکب شدید رو بدون پاسخ نمیگذاریم. و واقعیت اینه اگر یک ملتی بیاد، یک ارتشی بیاد در کشور ما، در خاک ما، باعث بشه که کشور ما به ویرانی و نابودی کشیده بشه، مگه ما نسبت به اون ارتش بیگانه که اومده تو کشور ما، آقای چالنگی، مگه ما بی‌اعتنا میمونیم؟ مگه بی تفاوت میمونیم که اونا بی تفاوت بمونن؟ مردم ما باید این مسائل بدونن. این نیست که من امروز میتونم تو خونه خودم در شمال شهر تهران با آرامش زندگی بکنم و بدون این که به این توجه داشته باشم کودکان سوری الان زیر بمبارانن، کودکان سوری غذا ندارن.